به هر حال و خب موارد متعددی که اینها سعی دارن اون جنایتاشون رو پنهان کنن، یک چیز دیگه رو علم میکنن و فکر میکنن ایرانیان، مردم ایران چه در داخل و چه در خارج فریب این موارد و این وارونگویی ها خواهد شد، در صورتی که خودشون تا مرفق غرق در خون مردم ایران هستند، چه به لحاظ اعدام ها، چه به لحاظ شکنجه هایی که انجام میدن، چه به لحاظ خشونت هایی که رواج داشتن و اینگونه تو جامعه خودش نمود میکنه، اعتیاد، بچه های فراری یا تو پارک ها، وضعیت اقتصادی و همه اینا گویاست. و خب با فریب و دروغ که نمیشه اینها رو حل کرد، که دیر یا زود دامنگیر اونها شده و بیشتر هم خواهد شد. و خب ما میبینیم که به چه شکلی هم وارد میشه این درگیری هایی که جنگی که بین خودشون و سعی دارن همدیگه رو ببرن و روزانه علیه همدیگه چگونه شمشیر میکشند. و اینها به هر حال یکیشون رئیس جمهوره، یکیشون مجلسه و یکیشون غیره است، در این نام این عناوین رو سلب کردن. و البته به خوبی هم شجونی گفت که ببینید ما مجبور بودیم که مجلس داشته باشیم، ولی ها بهمون میگفتن دیکتاتور. بله. یعنی بر مبنای فریب خود اعتراف میکنه، البته که برای مردم ایران واضح و روشنه که اینها کی هستن و چی هستن و چگونه سیستم انتخاب و اونجا رسیدن و اگر هم میرسن چه کارهایی میکنن. همچنین ما در طی دو هفته گذشته شاهد اعتصاب گسترده صنف قماش و پارچه فروشان در بازار تهران بودیم که از 10 مرداد ماه شروع شده و همچنان ادامه داره. این اعتصاب ها اعتراض نسبت به ثبت نام کسب در این صنف جهت پرداخت 4% مالیات بر ارزش افزوده است که صورت گرفته. و خب ببینید در رکودی که حاکمه، اخاذیاری که مختلفی میشه، علاوه بر این اومدن این رو هم گرفتن، سعی دارن این گونه اخاذی کنن و عملا این صنف حداقل درآمدی را که داره از دست خواهد داد، چون که وقتی قیمت میره قاعدتاً بالا مردم در حال حاضر قدرت خرید ندارن، پس قاعدتاً اونها هم قادر به کسب معاش یا امرار معاش نخواهند بود و ناچار هستن مثل سالهای قبل دست به اعتصاب بزنن و این اعتصابات ادامه داره. اعتصابات در فلواقع به صورت گسترده هست در بازار تهران و در بخش‌های مختلف مثل صنف تولید کنندگان و فروشندگان پارچه‌های جین، چادری، لباسکار، پارچه‌های پرده‌ای، پارچه‌های خارجی، پارچه‌های ملحقه‌ای و غیره است. و گزارش‌ها حاکی از اینه که این اعتصابات در حال یا احتمال این هست که به سایر شهرهای بزرگ سرایت کنه، چون که این تهدیدی هست که سایر شهرهای بزرگ و شهرستانها را هم این سر در معرض تهدید قرار داره. بله. در ما شاهد بودیم که برای اینکه اون قسمت رو پنهان کنه از انظار، نیروهای لباس شخصی در نقاط مختلف مستقر شدن و کسانی که وارد اون سراها و پاساژها میشن یا برخورد میکنن، مورد سنجیم قرار میدن که ندارن اون واقعیت ها یا گزارش ها از اونجا به بیرون منتشر بشه، که البته این ارشیوه های رژیم ولی فقیه سعی میکنه که واقعیت ها را یا خبر ها را به طرق مختلف کتمان کنه و نداره به بیرون نشر کنه، چون که میدونه این مسئله میتونه در حال حاضر و شرایط فعلی خود این رژیم منطقه و جهانی میتونه به سایر جاها سرایت کنه، چون که سایر اصناف هم شرایطی بهتر از این صرف نداره و بقایت شرایطشون سختره به خاطر رکودی که هست، به خاطر اخاذی هایی که میشه و موارد مختلف.
البته اینجا جا داره که این صنف های مثل طلافروشان یا غیره به حمایت هست این صنف پارچه فروشان دفاع خیدن، چون که وقتی یک پارچه و متحد باشن ابعاد اون گسترش پیدا کنه نمیتونه سرکوب کنه و به راحتی خواست خودشون رو هم به دست بیارن و قطعا هم خواست مردم ایران هم هست، قطعا هم جوانها و مردم ایران هم ازش حمایت میکنن. لازم به یادآوریه که رژیم ولی فقیه درسته که سعی در سرکوب و اختناق داره، ولی به قدری شکننده است و به قدری جهان برای اون فدراق حساس هست مثل سالهای 88 قادر به سرکوب نیست و به این خاطر رو سعی میکنه حتی جوانها و نوجوانانی که در حال تفریح و آبپاشی هستن اینگونه وحشت زده بشه. پس این یک پارچگی چه در اصناف چه بازاری ها و حتی صنایع نفت که رو به نابودی و اضمحلال و از بین بردن اون هست، این گفته نگفته ما آمارهایی که خود اونها میدن، چاهایی که از رده خارج میشه، چاهایی که به یغما رفته میشه و اونهایی هم که فروخته میشه صرف سرکوب میشه، چون که ما شاهد هستیم اوج بیکاری، فقر و موارد مختلف در جامعه. پس قاعدتا این درآمد در جیب مردم ایران و برای مردم ایران نیست، صرف سرکوب میشه. پس باید مسدود کرد این راه های درآمدی که اینها از خون ملت ایران میگیرن، با توبش میکنن، شکنجگاهش میکنن، به شکنجگاهش شکنجگرانشون رو میدن یا به نیروهای سرکوبگرشون که مردم رو سرکوب کنن. به هر طریقی امکان هست، این امکان وجود داره. در حال حاضر ما شاهد هستیم ابزهای برق، گاز و غیره به صورت نجومی میاد، یعنی واقعا شوکه بر اندام مردم انداخته با خانواده ها. اون فقری که حاکم کردن شرایط وحشتناکی کرد و قرضهای برقی که وجود داره، این زمینه و پیشینه خوبی است که این موارد رو نباید پرداخت و اینکه وادار کرد اینها را به هر حال مقاومت و ایستادگی که حقوق حق و حقوق رو میشه به دست کرد و الا سکوت و الا بیعملگی در قبال این باعث خواهد شد که اعمال فشاری رو اخاذی رو تو سطح بالاتر ببره و سرکوب ها رو هم بیشتر بکنه، کما اینکه ما شاهدش هستیم. پس این موارد میتونه دست به دست هم بده و شرایط رو به کل تغییر بده، چون که دیگه چیزی باقی نمونده که مردم ایران از دست ندن، چه اخاذی های نجومی، چه اعتیاد، چه فقر و فلاکت و چه سرکوبی که حق حتی در حریم خصوصی خودشون برنامه های تلویزیونی یا بشنون یا ببینن رو ندارن. در خیابون ها مورد اذیت و آزار قرار می گیرن به خاطر نوع پوشش و لباس و اعمال غیره که بیگاهی و غیره که هدفش سرکوبگرانه و ایجاد روح و وحشته. این شیوه شیوهیه که به راحتی قابل دسترس هست، منتها نیاز به صبر، بردباری و استقامت هست که این قطعا برای یک مدت زمان کوتاهی وقتی استقامت کنید، مقاومت کنید، پایداری کنید، قطعا نتیجه شیرین اون رو هم در آینده بسیار نزدیک خواهیم برد، بهره‌های اون رو خواهیم یعنی ثمره و میوه اون رو هم به دست خواهیم آورد. قطعا همچنین ما میبینیم که یورش ها و سرکوب ها و روبودن افراد اخیراً به خصوص فعالین دانشجویی حقوق بشری آغاز شد و موضوع جدید رو که آغاز کرده، ده مرداد ماه روبودن کوریار بودربی از منزل شخصیشون، همزمان روبودن مادرشون از منزل و بردنشون به زندان کرمان. البته کوریار بودربی از زمان دستگیریش تا به حال
مشخص نیست. طبق معمول دادستانی و سازمان زندان‌ها میگه تو لیست ما نیست، چون که شکنجه‌گران وزارت اطلاعات ابتدا افراد رو دستگیر میکنن، میبرن در سلول‌های انفرادی، مدت‌ها مورد شکنجه قرار میدن و خب تهدید جدیه که سکوت در قبال این، پیگیری نکردن میتونه خطر جدی برای جان این فعال دانشجویی و حقوق بشری باشه. خوشبختانه مادرشون مشخص شده، تماس گرفتن، ولی هنوز از کویار گودربی تماسی نگرفتن. البته شاهدین بودن که 4 نفر از مامورین وزارت اطلاعات از به منزلشون یورش بردن، از دیوارهای منزل رفتن بالا، ایشون رو در حالی که در حال استهمام بود گرفتن و با خودشون بردن به نقطه نامعلومی. یعنی که فعال دانشجوی دیگری و فعال حقوق بشری مثل آقای سعید جلالی، ایشون هم به همین ترتیب دستگیر شد و روبوده شد. چون که دستگیر وقتی میگیم بالاخره احضار میشه، افراد میرن خودشون رو معرفی میکنن و به این طریق میشه گفت دستگیری شیوه و روند دستگیری. ولی وقتی فرد تو خیابان روبوده میشه یا از منزل دستگیری روبوده میشه و برده میشه بدون احضاریه، بدون اطلاع قبلی، قطعا یک نوع تروره و روبودن افراده. بله. و این نوع شیوه بازجویان و مامورین که در ایران در روزهای اخیر به صورت جنون‌آمیزی رو به افزایش و رشد هست. و یا این که زندانیانی که در سفارتگاه اونها هستند، به خصوص وکیل زندانی خانم ستوده، وقتی که خانواده ایشون میرن برای ملاقاتشون، همسر و فرزندانش و خواهرشون، در اونجاست که مأمور یا مأمورین یا یکی از دستندرکاران سازمان زندان‌ها به خاطر داشتن دفترچه یورش میبره، اونها رو دستگیر میکنه، چندین ساعت بازداشت میکنه به صرف این که چرا یادداشت کردید. معلوم نیست که زندانی که درون زندان هست و در دست اونهاست و اسیر هست از چه چیزیش میترسن. البته قطعا که جنایت هایی که در اونجا روا داشته میشه و اینکه اینها به این نقطه رسیدن، اینقدر جنایت ها فجیع و عظیمه، جرأت این که گزارشگر حقوق بشر را اجازه بدن بیاد بره ببینه و نداره. بله. از یه طرفی دم از آزادی و حقوق بشر میزنه، البته نو بازم اینجا باید بگیم وارونه، چون که در قاموس این حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی که جواد لاریجانی مسئولش هست، همون حقوق بشریه که سنگسار میکنه، دست قطع میکنه، اعدامای گروهی، اعدام نوجوان و غیره. این اسم حقوق بشری که اینها دارن، حقوق بشران اینها، در این چارچوب خلاصه میشه. بله. به هر حال ایشون رو چندین ساعت، علارغمی که فرزندان خردسالش هم همراهش بودن، بدون قضا و غیره در اونجا نگه میدارن، برخورد ناشایست و غیر انسانی میکنن و نهایتا شیوهی سرکوبگرانه است که اونها را آزاد میکنن. البته که داشتن در دفترچه و غیره بهانه بیش نیست، کما این که سایر جاها شما میبینید الان صحبت کردیم از یورش به فعالین حقوق بشری و فعالین دانشجویی و ربودن اونها یا خانواده‌شون، مثل خانم مادر کویار گودرزی و غیره. و یا این که زندانی دیگری مثل آقای مهدی خزعلی که تیر ماه دستگیر میشن، ایشون گویا با همون اتهاماتی که قرار داشته و وثیقه سنگینی هم ازش گرفتن میبرن و از اونجایی که اعتراض داشتن نسبت به این اعتصاب، دست اعتصاب قضا میکنن، در حین دستگیری مورد ضرب و شتم قرار میگیره و الان نزدیک به 3 هفته است که در اعتصاب قضا به سر میبره و به حق خواهان رعایت حقوقش هست. بله.